ببینید، بحث عزم و اراده آمریکا هستش به عنوان یک ابرقدرت نظامی. ببینید، من تمایلی ندارم که در مورد توانمندی حوثی ها زیاد غلو بکنم و بزرگ نمایی بکنم. درسته حوثی ها به عنوان یک بازوی نیابتی جمهوری اسلامی دارای یک سری توانمندی ها هستند، موشک های کروز، پهباد و حتی مین ها، و هم از لحاظ سخت افزاری هم از لحاظ نرم افزاری اینا دارای یک سری توانمندی هایی هستند، ولی این توانمندی ها در برابر ابرقدرت نظامی مانند آمریکا هیچ هستش. و اگر آمریکا اراده‌ای داشته باشه میتونه بازدارندگی مطلق، نه ببینید ابسولوت دیترنس من نگفتم، گفتم ماکسیمم دیترنس، بازدارندگی حد اکثری. بین بازدارندگی حد اکثری و بازدارندگی مطلق فرق وجود داره. من موافق هستم که در منطقه امکان ایجاد بازدارندگی مطلق وجود نداره، ولی دولت آمریکا اگر بخواد میتونه بازدارندگی ماکسیمم و حد اکثری رو در برابر جمهوری اسلامی و نیروهای شبه نظامیش ایجاد بکنه. آنچه که دولت بایدن نداره، من خدمت شما توضیح میدم، آنچه که دولت بایدن نداره اراده است، و آنچه که انجام میده مماشات با جمهوری اسلامی و نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی، اون محور مقاومت است. کاری که میتونن در راستای بازدارندگی حداکثری انجام بدن این هست. ببینید، میتونه آمریکا جمهوری اسلامی و نیروهای حوثی رو در واقع تحریک به بازی با ریسک خیلی بالا و خطرناک برای خودش بکنه. به نوعی میتونه جمهوری اسلامی و حوثی‌ها رو در دام بندازه، به این معنا که یک اقدام نظامی علیه حوثی‌ها در خاک یمن، حمله به تأسیسات راداری، مقرهای فرماندهی و کنترل و مقرهای لوجستیکش بزنه، و اون موقع نیروهای حوثی یمن مجبور میشن بازی با ریسک خیلی بالا انجام بدن. جمهوری اسلامی مجبور میشه با ریسک خیلی بالا بازی انجام بده. یعنی چی؟ یعنی نیروهای شبه نظامی در جبهه‌های مختلف فعال شن. دولت بایدن متاسفانه به خاطر ضعفی که داره و مماشاتی که با جمهوری اسلامی میکنه، میترسه که یک جبهه جنگ جدیدی باز بشه در اطراف یمن و خود یمن، و اون پنجره مذاکرات اتمیش بسته بشه، مبادا مماشات با جمهوری اسلامی رو بخواد از دست بده. اون موقع اگر نیروهای حوثی یمن بازی با ریسک خیلی بالا و خود جمهوری اسلامی بخواد بازی با ریسک خیلی بالا انجام بده، واکنشی بی آمریکا باید حملات گسترده‌تری باشه که به نظر من آمریکا میتونه اینو مدیریت کنه. جنگ خواهد شد، بله، جنگ محدود چند روزه یا چند هفته‌ای خواهد شد، ولی آمریکا به نظر من این توانمندی نظامی رو داره که تو اون بازه زمانی جنگ محدود رو در بین جنگ‌ها، الان که دقیقاً اسرائیل با حماس با اون محور مقاومت اون ور داره می‌جنگه، آمریکا هم بکاپ بکنه و توی مدت زمانی جنگ میشه، اگر جنگ بشه باشه، جنگ بشه به صورت محدود. ولی ببینید، متاسفانه رسانه‌های جمهوری اسلامی و یه سری میان میگن که آره الان آمریکا میخواد بیاد مردم ایران رو بکشه، اینا بحث‌های فنی و راهبردی هستش، اینجوری نیست. حمله گسترده‌ای رو اگر بخواد نیروهای حوثی یمن یا شبه نظامی‌های جمهوری اسلامی بقیه‌شون انجام بدن، به نظر من آمریکا میتونه پیام بازدارندگی حداکثری و خیلی قوی رو بده، به این معنی که گام بعدی جمهوری اسلامی منجر به سرنگونی جمهوری اسلامی خواهد شد، و میتونن این رو به صورت تهدید زبانی بگن و حتی اقدام نظامی به لحاظ راهبری دارن میگم. الان یه عده میان از این جمله من میخوام بیان در واقع اینو جدا بکنن که یک فردی گفت حمله به ایران بشه، نه، حمله به مواضع نیروهای سپاه در داخل ایران، و جمهوری اسلامی این کارو انجام نمیده، بک داون میکنه، عقب نشینی بکنه. چرا؟ چون جمهوری اسلامی نمیخواد سرنگون بشه. دولت بایدن انجام نمیده این کارو چون نمیخواد دولت جمهوری اسلامی نمیخواد سرنگون بشه. این ایراد هست، این ضعف دولت بایدن هست. آقا یعنی یه بار بیان حمله بکنن در خاک یمن، بعد اونها یک واکنشی نشون بدن، و بعد به تلافی اون واکنش به مواضع سپاه در ایران حمله بشه، درست فهمیدم؟ ببینید، اگر آمریکا به خوبی میدونه، اونا قطعا بهتر از من و شما میدونن که زمانی که بخوان اقدام نظامی مستقیم علیه حوثی‌ها در خاک یمن انجام بدن، چین آف ریاکشن ایجاد میشه. بله. یعنی یک سلسله اتفاقاتی میفته. آخر این چی هست؟ آخرش این هستش که من اون اند پوینت رو میگم، آخرش این هست که جمهوری اسلامی وارد میشه دیگه به طور مستقیم. چیکار میخواد بکنه؟ حالا پس آقای بذارید بقیه هم بشنویم چی میگن. خب اونا میتونن بگن ما بقای جمهوری اسلامی. اجازه بدید ببینیم آقای ندیمی چی میگن. بحث خودش شرایط یمن رو هم آخه باید در نظر بگیرید دیگه، 9 ساله که یمن در جنگ داخلی است. آقای ندیمی، آیا شما نظری دارید راجع به صحبت آقای جنگ نمیشه، این شروع جنگ میشه. خب بله، اگر ایالات متحده تصمیم داشته باشه که خودش رو درگیر جنگ بکنه، درست در شرایطی که میخواد جنگ در منطقه رو به منطقه غزه محدود نگه داره، خب اون یه بحث جداگانه است. بله، منم موافقم که اگر ایالات متحده بخواد تهدید منطقه‌ای رو برای همیشه حذف بکنه یا
برای یک طولانی مدت حذف بکنه باید به جمهوری اسلامی به یا به قول اسرائیلی ها به سر مار حمله بکنه. ولی مسئله اینجاست که ایالات متحده هدفی که برای خودش تعریف کرده محدود نگه داشتن جنگ غزه هستش و با توجه به این هدف ایالات متحده چه کار میخواد بکنه و چه کار میتونه بکنه برای اینکه در این حالی که جنگ محدود نگه میداره به منطقه غزه بازدارندگی حد اکثری برای جمهوری اسلامی به وجود بیاره. اگر این صورت مسئله ما باشه بعد بالا آدم باید بحث بکنه که این کارو چطور میتونه انجام بده، وگرنه با حمله کردن و از بین بردن تمام امکانات حوثی‌ها که به نظر من کار بسیار دشواری هستش و عربستان سعودی در این سال‌ها نشون داد. البته آمریکا با وجود اینکه در اون دوران از نظر اطلاعاتی به عربستان خیلی کمک میکرد ولی طبیعتاً کاری که آمریکایی‌ها بخوان با ناو آیزنهاور بکنن به مراتب از نظر کیفی بهتر از نیروهای عربستان بود